ساکنان استان سینکیانگ در غرب چین از کمبود مواد غذایی و حتی گرسنگی در چهه روز قرنطینه کرونایی سخن میگویند این در حالی است که دولت چین تمام تلاش خود را می کند تا با سانسور کامل خبری این موضوع اخبار محاصره این مسلمانان به جهانیان مخابره نشود همکارم فاطمه موسوی گزارش میده ساکنان شهر قلجه در استان سینکیانگ در پست هایی که در رسانه های اجتماعی چین و همچنین پلتفرم هایی از جمله تیک تاک و توییتر به اشتراک گذاشته شده اند یخچال های خالی و کودکان گرسنه را نشان می دهند. دیگران هم در حال بازگویی تجربه خود در طول قرنطینه که از اوایل ماه اوت آغاز شده اشک می ریختند. چین همچنان به سیاست کووید صفر متعهد است و مردم شهرهای درگیر با این بیماری را برای مدتهای طولانی در خانه های خود محبوس می کند و آنها را ملزم به انجام آزمایش های منظم می کند. با این حال اتهامات مربوط به تبعیض نژادی نیز در این میان مطرح است. مسلمانان اویغور می گویند قرنطینه بیشتر آنها را هدف گرفته و ساکنان چینی از قمهان چندان مشکلی ندارند. چین متهم شده که شبکه ای از بازداشتگاه ها و زندان ها را در منطقه اداره می کند و حدود یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت های عمدتا مسلمان را در سیستمی نگه می دارد که سازمان ملل گفته ممکن است جنایت علیه بشریت باشد. پکن استدلال کرده که این اردوگاه ها مرکز آموزش مهارت های هستند که برای مقابله با افرادگرایی ضروری هستند. با اینکه یک مقام محلی در سین کیانگ به خاطر کمبودها عذرخواهی کرده و قول بهبود شرایط را داده اما حزب کمونیست چین همچنان با بازوهای قدرتمند خود در فضای مجازی تلاش می کند شکایات را تا حد امکان سانسور کند فاطمه موسوی اخبارشیه